بغداد، از بغداد بردن بیروت و معالجات متعدد به جهت بیماری سید که زعیم حوزه های علمیه شیعه در نجف بود، بسیاری از کسانی که وجوهات می فرستادن خمسشون، یه موقوفه سنگینی هم در هند بود، وقف حوزه علمیه نجف، متولی اون موقوفه هم درآمدهایی که ماهانه باید بر حوزه علمیه نجف بفرسته نفرستاد، دست نگه داشت تا وضعیت سید معلوم تا حال سید خوب شد و از بیروت ایشون آوردن نجف و لدل ورود علماء نجف آمدن دیدن آقا. من جمله آخر شب نماینده های اصناف نجف آمدن خدمتشون که آقا سه ماه حسابامون رو نکردیم، در این مدت سه ماه ما طلبه ها رو اداره کردیم، برنج رو بهشون دادیم، نون رو بهشون دادیم، گوشت رو بهشون دادیم، هر صنفی مأموریتش رو انجام داده، دیگه هیچی برامون نمونده. سید یه نگاهی کرد، با اینکه خزینه حوزه خالی بود، وجوهات قطع شده بود، اون موقوفه هند ارسال نشده بود، فقط یک کلمه فرمود صبح اول آفتاب بیایید پولاتونو بگیرید، حساباتونو بشینین بکنین، مبلغ رو اعلام کنین، صبح اول آفتاب بیایید پولتونو بگیرید برید. یا شیخ علی بود، خادم مرحوم سید بود، گفت من تعجب کردم هیچی نداریم، سید اول آفتاب پول از کجا میخواد بیاره به اصناف نجف بده؟ چیزی نگفتم. به من فرمود امشب بری یه کمی دوغ از این شیخ علی دوغ فروش بگیر، میخوام نون دوغ ترید کنم بخورم. رفتم یه مقدار دوغ گرفتم و آوردم، نون دوغ اون شب میل فرمود، هوا گرم بود. بعد فرمود بستر منو تو بیرونی بینداز، نمیخوام امشب برم اندرون، امشب میخوام تو بیرونی بخوابم. منم رخت خوابم روی ایوان انداختم، در بیرونی که مهمان خانه سید بود که علما میامدن، مراجعین اونجا با ایشون دیدار میکردن، بسترشون رو انداختم. سید استراحت فرمود، منم خوابیدم ولی خوابم نبرده بود. یه وقتم سید پیرمرد آه تازه مریض بوده، از بستر بیماری بلند شده آمد کنار بستر من، هی منو صدا میزنه، آشخ علی آشخ علی. فهمیدم میخواد ببینه من خوابم یا بیدار. خودمو به خواب زدم ببینم سید اصفهانی میخواد چه کنه. از روی من رد شد، رفت پایین وضو گرفت، بعد آمد دیدم رو به قبله نشست، شروع کرد زیارت آل یاسین امام زمان رو خوندن و با حضرت بقیت الله درد دل کردن. صدا نالش بلند شد، یا صاحب الزمان، آجا من جواب این کسبه نجف رو که زحمت کشیدم، سه ماه تمام حوزه علمیه و طلبه ها رو اداره کردن چی بدم؟ یه یک ساعتی استبوالحسن اصفهانی گریه کرد، عشقی بعد آمد بالا سر من ایستاد، با صدای بلند منو صدا، آشیخ علی آشیخ علی. بلند شدم، بله آقا جان. اشکامو تو تاریکی پاک کردم، گفتم بله آقا جان. فرمود یه یک ساعت دیگه یکی میاد دم در، یک کیسه میاره وجوهی درشه،
اونا رو بگیر مهیا کن که صبح اول آفتاب اصناف میان نماینده های اصناف نجف بهشون تحویل بدی. من خستم میخوام بخوابم. خوابید. یه یک ساعتی بعد یه نفر در زد، آهسته هم در زد. رفتم در رو وا کردم، دم یه کیسه بزرگ پر پول اسکناس گذاشت پشت در، گفت اینو خدمت آقا بدید. رفت نگاش کردم، عاشق علی دوغ فروش، همین دوغ فروشی که سر کوچه سر شب ازش یه کوزه دوغ گرفتم همو بود. خداحافظی کرد و رفت. اول آفتابم نماینده های اصناف نجف آمدند و پولاشون رو شمردن و یک دینار اضافه آمد. آقا فرمود اشتباه شمردید، دوباره بشمرید. دوباره شمردن، وجه تو کیسه دقیقا مطابق بود با طلب اصناف نجف. گرفتن رفتن. ساعت 9:10 شد، من رفتم در مغازه عاشق علی دوغ فروش، گفتم این پولا رو دیشب از کجا آوردی؟ گفت کدوم پولا؟ گفتم دیشب سحر این کیسه پولا آوردی؟ گفت کدوم کیسه؟ من دیشب تا صبح خواب بودم. خواب میبینی؟ گفتم تو دیشب در خونه سید ابوالحسن اصفهانی نیامدی؟ گفت نه. فهمیدم او که آمده به شکل عاشق علی دوغ فروش بوده که من مشکل پیدا نکنم. وقتی جوانها ملجأ شما شد در وقت اضطرارتون، معینتون می شود وقتی به جزع و فزع می افتید، کمکتون یا معینی عند مفزعی. مقدمه دوم، مقدمه دوم، انیشتن در کتاب نسبیتش صفحه 35 یه عبارتی دارد، میگوید این عالم را هیچ کس نمیتواند اصلاح کند مگر اون مرد آسمانی که برای او در زمین هیچ منفعتی نباشد. مردان آسمانی که تو زمین هیچ منفعتی نداشته باشن، اونها می توانن عدالت را برقرار کنن و به عدالت برقرار کردن دنیا را اصلاح کنن. اگه من آخون بخوام اصلاح کنم، چون من آقازاده دارم، آقازاده ها دارم، نوه دارم، نویره دارم، نگون دارم، زن و بچه دارم، دنبال منافع اینا. اگه آقای دکتر بخواد بکنه، او هم منافع داره. اگه آقای مهندس بخواد دنیا رو اصلاح کنه، اونم دنبال منافع خودش تمایل پیدا. میل به منافع باعث میشه دنبال این منافع را بیفته و از قدرت هم برای جلب این منافع استفاده کن. اول با آقازاده ها برس. لذا عدالت اجرا نمیشه. عدالت که نشد، جامعه اصلاح که نمیشود، فاسد می. کسی میتواند دنیا را اصلاح کند که در زمین هیچ منفعتی نداشته،
لذا شعار انبیا همشون 124,000 پیغمبر همشون وقتی مردمشون قومشون می آمدن می گفتن آقای پولو برای شما آوردیم مزد رسالتتون شما منبر رفتید زحمت کشیدید کار کردید ما رو اصلاح کردید ارشاد کردید می خواهم به شما مزد بدیم می گفتن ان اجری الا علی الله مزد ما را خود خدا داده ما تو زمین از مردم زمینی از اهل زمین هیچ مزدی نمیخوام ان اجری الا علی الله تو دعای ندبتونم میخونید خدا قبل از اینکه انبیا را به نبوت بفرستد باشون شرط کرد نباید تو دنیا دنبال یک سر سوزن منفعتی برای خودتون یا زن و بچه‌تون باشید هر چی می‌خواید من میدم بهت و شرط علیهم الزهد فی درجات هذه الدنيا الدنیه و زخرفها و زبرجها فشرت لك ذلك و علمت منهم الوفاء به فقبلتهم و قربتهم و قدمت لهم الذکر العلی و الثناء الجلی و احببت علیهم ملائکتک و کرمتهم به وحیک و رفعتهم به علمک و جعلتهم الذریعة الیک و الوسیلة الى رضوانک شرط کرد در دنیا زاهد باشی هیچ رغبتی به دنیا و اهل دنیا پولای دنیا زر و زور و زیور دنیا ثروتهای دنیا زیبایی‌های دنیا نداشته باشید هر چی می‌خواید من براتون تأمینم اما مردم هیچ نه انبیا همه گفتن ان اجری الا علی الله سوال اینه چرا خدا به خاتم انبیا خود خدا در قرآن یه جور دیگه دستور میده امر میکنه قل لا اسألکم خدا میگه بگو من از شما هیچ مزدی نمیخوام قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا مزد ازتون نمیخوام مزد من این باشد اهل بیت مرا دوست بداری چرا خاتم الانبیا میگه مزد میخوام انبیا مردان آسمانی هستند در زمین دنبال منافع نیستن خاتم الانبیا افضل این مردان آسمانی چرا او میگه مزد من مودت اهل بیت من و ذی القربای من باشد چند تا جواب داره این جوابا رو میگم تا بعد مجموعه این مقدمات دستتون بیاد و برسیم کریمه اهل البیت فاطمه معصومه یعنی چه خوب دقت کنید یک جواب رو خود قرآن داد گفته ما سألت قل و ما سألتكم من اجر فهو لكم اگر گفتیم اهل بیت پیغمبر رو دوست بدارید به عنوان موز چیزی گیر پیغمبر نمیاد گیر شماها میاد پس منفعتی برای مودت و محبت به اهل بیت پیغمبر برای پیغمبر نخواهد گیر شما میاد جواب دوم بحث خاتمیت پیغمبر چون پیغمبر خاتم الانبیاء هم
بعد از ایشان کسی دیگه نمیاد، شما باید وابسته به مردان الهی بشوید. در انبیاء گذشته حضرت داوود از دنیا میره، زود خدا سلیمان رو جاش میده. تا حضرت موسی از دنیا میره، عیسی رو به جاش میده. تا عیسی از دنیا میره، خاتم الانبیاء رو جاش میده. هر پیغمبری رفت، یه پیغمبر دیگه خدا جاش گذاشت. اما در خاتم الانبیا خدا قسم خورده دیگه پیغمبری نمیفرست. آیا اگر خاتمیت مطرح شد، ارتباط بشر با آسمان باید قطع بشه؟ تموم شد دیگه، هدایت الهی تموم، وحی تموم، دلسوزی های خدا، اینا که الان خوندیم، یا قیاسی یا ملجعی یا عدتی یا زخی، اینا همه تموم بشه، از آسمون هیچی به ما نازل نشه؟ پس این وفی السماء رزقکم و ما توعدون، از آسمون روزیتون نازل میشه، چجوری دستمون برسه؟ پس این انا انزلناه فی لیلت القدر چی نازل میشه بر ما در شب قدر؟ پس این تنزل الملائکت و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، ملائکه همه امور عالم را در طی یک سال، همه امور یک سال را شب قدر میارن، نازل میکنن، میان میریزن تو دریا، میان میریزن تو جنگلا، به کوها نازل میکنن امور عالم را. ملائکه شب قدر به انسانهای عادی ملائکه امور عالم را ارجاع میدن. ما که چیزی گیرمون نمیاد شب قدر، به شما چیزی دادن شب قدر؟ خدا دستوری داده گفته بریم فلان کار رو انجام بدین، امور عالم را، گردش ماه و خورشید و سیار و ثابت را، آیا شب قدر به شما دادن؟ بعد از پیغمبر، امام صادق میفرد از مخالفین ما بپرسید، از این عامه سوال کنید، بعد پیغمبر شب قدر داریم یا نداریم؟ میگن داریم. خب آیا شب قدر در زمان پیغمبر تنزل الملائکت و روح بر پیغمبر نازل میشه؟ بعد پیغمبر به کی نازل میشه؟ به کوها، به آسمانها، به جنگلها، به اقیانوسها، به عمر، به ابوبکر، به عثمان، به معاویه، به یزید، به بنی امیه، به بنی العباس، به سازمان ملل، به ملک فهد، به ملک عبدالله، به این پادشاهان حکام، هیچ کدوم از اینا ادعا نکردن شب قدر چیزی بر ما نازل میشه. نه مالکی، نه حنفی، نه حنبلی، نه شافعی، نه وهابی، نه مجوسی، نه یهودی، نه نصرانی، نه هیچ ملت و مذهبی ادعا نمیکنه امور عالم بر من نازل میشه. حتی سازمان ملل، حتی رئیس جمهورای عالم ادعا نکردن یک دونه پادشاه در طول تاریخ، یک رئیس جمهور ادعا نکرده شب قدر امور عالم بر من نازل میشه. حتی ادعاشو ندارن، حتی جرأت ندارن ادعاشو بکنن. ولی ما شیعه ادعاشو داریم، میگیم شب قدر تمام امور عالم بر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نازل میشد، بعد علی بر امام حسن نازل، بعد امام حسن بر امام حسین نازل، بعد یکی پس از دیگری بر ائمه. در این زمان، در شبهای قدر هر سالی، امور عالم
در تنزل الملائکت و روح بر حضرت بقیت الله الاعظم صاحب العصر و زمان نازل. عرضه داریم ادعاشو میکنیم تمام ملل و مذاهب از آسمون قطع شدن، یک قیچی قطع قطع، اینترنت همه قطع، ذخیره الهی همه قطع، برق همه قطع، هیچ ارتباطی با آسمان ندارن. اما شیعه تنها گروهی است در عالم که بعد از پیغمبر ارتباطش رو به برکت ائمه اثنا عشرش با خود خدا متصل برقرار نگه و همه امور شیعه از آسمون تأمین میشه. هدایت ها از تمام احکام، قوانین، فرهنگ، اخلاق، خوردن، خوابیدن، حمام رفتن، نکاح کردن، معامله کردن، ازدواج، مکاسب، متاجر، مزارعه، مکاسب، بحث ارث، قوانین جزایی، حقوقی، حدود، دیات، شستشو، رفترو، حتی ای که کی ناخونم رو بگیرم از آسمون نازل. تو هفته کدوم روز ناخونم رو بگیرم؟ همش دستوراتش آسمون. یکیش من در آوردی نیست. حتی موهای سرمو کی کوتاه کنم، چه مدل کوتاه کنم آسمونیه. حتی ای که چجوری ازدواج بکنم، کیو انتخاب کنم برای خودم آسمانی. چجوری بچه دار بشم آسمانی. بقیه مثل حیوانات بچه دار نیست. البهائم. شیعه میتواند آسمانی زندگی کند، آسمانی ازدواج کند، آسمانی معامله کند، حتی آسمانی قضا بپزد، حتی آسمانی قضا بخورد، حتی آسمانی مهمانی بده. فکر میکنید اگر گفتن مستحب اول صابخونه دستاشو بشون، آفتاب لگن بیارن قبل از شروع به غذا، اول صابخونه دستاشو بشوره، بعد از سمت راست صابخانه یکی یکی مهمانها دستاشونو بشورن؟ یا از کجا آمد؟ مال زمین نی، دستورات آسمان. اگه دونه دونش رو عمل کنید، می توانید دائما وصل به آسمان باشید. رمز فوائدی که از مودت ذی‌القربا نصیبتون میشه همینه. خاتمیت یعنی بعد از پیغمبر کسی نمیاد، ولی شما نباید قطع بشید از آسمان، باید دستتون تو دست خدا با واسطه های الهی باشد، باید فیض به شما برسد، باید قانون به روز up to date به شما، قوانین الهی به روز برسه، کهنه نه، سال به سال نو، هر سال تجدید بشه، به شما قوانین برسه. اگه ارتباطتون رو با امام زمانتون قطع نکنید و وقت میرسه. مقدمه بعدی، مقدمه سوم، یکی از صفات کرمه، نقطه مقابلش هم بخل. کریم، بخیل. اگه کسی بخیل بشه چند تا صفت بد دیگه در او متولد میشه. بخیل یعنی کسی که از نعمتهای الهی نه خودش استفاده میکنه
نه به دیگران میده. اگه به دیگران نده بهش میگن بخیل. اگه خودش هم استفاده نکنه اسم این صفت میشه شح. شح شح اون صفتی است که آدم انقدر بخیل بشه که خودش هم گندیده بخوره. میره سبزی بخره آشغال سبزی میخره، میره میوه بخره میوه گندیده میخره، خودش هم حاضر نیست استفاده بکنه. شوه. خب در بخیل چند تا صفت به وجود میاد؟ یک، مبغوض همه میشید، همه از شما بدشون میاد، دشمن میدارن شما، همه از بخیل بدشون میاد. دو، هرس در شما پدیدار میشه. آدم بخیل چرا بخیل؟ هرس جمع کردن، حریص میشه. سه، جمع اموال در دنیا جز حمالی چیزی دیگه ای نیست. وقتی خودت استفاده نکنی، به زن و بچه هم ندی استفاده نکنی، فقط جمع کنی میشه حمال. صفت حمال درت پدید میاد. صفت بعدی قصه است، غم و اندوه. یک ذره این مالت زای، چون وقتی جمع شد دوز میبره، زایع میشه. در هر جمع مالی خطرها هست، خطر که آمد قصه میاد، قصه آمد قصه میاد، قصه درست میشه. یک قصه های عجیب و غریب در طول تاریخ از قصه های بخلایی که مالشون را جمع کردن، هرس زدن، نه خود استفاده کردن نه دیگران، کسی براشون برد و خورد، به اونها خندید. یک قصه های عجیب و غریبیست. اینا را در کتاب پند تاریخ بعضیاشو میتونید مطالعه، فرصت ندارم و الا قوخاوی. نقطه مقابلش کریم. کریم یعنی چی؟ کریم صفت مشبه است. صفت مشبه بر وزن فعیل به دو معنا استفاده میشه. یکی کریم به معنای فاعل، دو کریم به معنای مفعول. اگر به معنای کریم به معنای فاعل کرم باشه، یعنی کریم یعنی اون انسانی که در شما کرائم، کریمها، ارزشها را ایجاد بکند، فاعلیت در کرم در وجود شما داشته. شما علم ندارین، بی سوادین، اگه عالم بشین گرون قیمت میشین. علم یک کریم است. کریم یعنی کسی که نتونه شما رو جاهل ببینه. مدرسه میسازه، مدرسه تأسیس میکنه، دانشگاه تأسیس، میخواد علم بیام. اون عالمی که داره درس میده رایگان کریمه. او که شما ازش مسئله میپرسی رایگان جواب تو با مهربونی میده، کریمه. بالاترین کریم کسی که به شما دلسوزانه راه را از چاه نشون بده، چیزی یادتون بده. هیچ کریمی به اندازه علما که علمشون رو بیاموزن در شما ارزش ایجاد نمی. شما به خاطر قرض گرفتاری داری میری زندان، خب خاری ذلت. یک کسی میاد قرض شما رو میده، این کریمه، طاقت نداره خاری شما رو ببینه.
انسان ذاتاً ارزشمند آف لقد کرمنا بنی آدم، ما انسان ها رو ارزون نیافریدیم، گرون خلق کردیم، خیلی توشون فضائل کریمه ها و ارزش ها را قرار دادیم. اگر بخوایم دقیق تر بگیم، نقطه مقابل کریم لا